دوم انتخابات مجلس برگزار می شود و تقریبا غیر از عوامل برگزار کننده و نامزدهای انتخاباتی کسی از آن خبر ندارد به گفته اکثریت فعالان در شبکه های اجتماعی به مرحله ای از خودکفایی در انتخابات رسیده ایم که در آن نیاز چندانی به رای دهندگان نیست. دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم در ایران روز جمعه 21 اردیبهشت در حالی آغاز شد که فضای حاکم بر این انتخابات سرد گزارش شده اما جریان های اصولگرا بار دیگر در روزهای گذشته دچار اختلافات شدیدی شدند و افشاگری های زیادی علیه یکدیگر انجام دادند دور اول انتخابات مجلس دوازدهم یازدهم اسفند سال گذشته برگزار شد که تنها چهل و یک درصد از افراد واجد شرایط در آن شرکت کردند که پایین ترین نرخ مشارکت در تاریخ انتخابات جمهوری اسلامی بود این رقم در تهران در آمار رسمی تنها 26 درصد گزارش شد در آن دور تکلیف 245 کرسی از 290 کرسی مجلس شورای اسلامی مشخص شد و رقابت در این دوره جاری برای 45 کرسی دیگر است که شانزده کرسی مربوط به حوزه انتخابیه تهران است. گزارش ها که جریان های اصولگرا در سایه رد صلاحیت های گسترده شورای نگهبان که از جمله شامل 27 نماینده فعلی مجلس شد و همچنین عدم استقبال از انتخابات توانستند 158 کرسی در دور اول را از آن خود کنند و بر مجلس مسلط شوند. پیش بینی می شود این جریان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی در دور دوم چهل یک کرسی دیگر را به دست آورد و شمار کرسی های خود را در مجلس دوازدهم به حدود دویست افزایش دهد. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه رأی خود را به صندوق انداخت و گفت که اهمیت شرکت در دور دوم انتخابات کمتر از دور اول نیست و هرچه رأی بیشتر باشد مجلس قوی تر است. هرچه مجلس قوی تر باشد امکان کار در کشور بیشتر است او در اظهارات خود هیچ اشارهی به فضای سرد انتخابات و کم توجهی مردم به آن نکرد مجلس شورای اسلامی نقش فرعی در اداره کشور دارد و علی خامنه ای حرف آخر را در همه امور مهم کشور میزند. اصولگرایان در این انتخابات تنها جریان اصلی بودند که اجازه معرفی کاندیداهای متعددی داشتند اما هم در دور اول و هم در دور دوم دچار اختلافات شدیدی شدند گروه های درون این جریان در روزهای اخیر همانند دور اول انتخابات به عنوان افشاگری طرف مقابل را به فساد مالی و پولشویی متهم کردند در همین حال یک روز مانده به برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی یک فایل صوتی از محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق جمهوری اسلامی منتشر شده که مربوط به یکی از جلسات او با اصلاح طلبان پیش از دور اول انتخابات مجلس در اسم اسفند است این فایل صوتی که مربوط به یک جلسه خاتمی با اصلاح طلبان پیش از دور اول انتخابات مجلس در اسفند ماه است روز پنج شنبه بیستم اردی بهش در رسانه ها منتشر شد خاتمی در این فایل صوتی میگوید ما در کنار مردم قرار میگیریم تا حالا گدایی و التماس می کردیم سه تا کرسی به ما در مجلس بدهید و التماس می کردیم رفتارتان را کمی عوض کنید دیدیم فایده ای ندارد او با تکرار دوباره جملهاش مبنی بر اینکه ما کنار مردم قرار میگیریم ادامه داد حرفهایمان را میزنیم و میگوییم راه مملکت این است خاتمی با اشاره به مشارکتش در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1390 که نخستین انتخابات در جمهوری اسلامی پس از سرکوب جنبش سبز بود با بیان اینکه من کسی بودم که می گفتم ما نباید صندوق رای را رها کنیم من به دماوند رفتم و رأی دادم پرسید اگر کل انتخابات دگردیسی پیدا کرد و دیگر انتخابات نبود باز هم باید به نفع کسانی که ضد انتخابات هستند کار کنیم یا در کنار 60 درصدی از مردم قرار بگیریم که تصمیم گرفتن در انتخابات شرکت نکنند او در سخنانی که به نظر می رسد مخاطبش اصلاح طلبان باشد تصریح کرد اولا که در مجلس راهتان نمیدهند حالا چهار کرسی هم به چهار شاخ شکسته بدهند چه دردی را دوا می کند او در پایان این فایل صوتی می گوید یک بار هم ما در کنار مردم قرار بگیریم نه در کنار به گفته او ضد انقلاب و تحریم بگوییم تا این مجلس و شورای نگهبان است دیگر در انتخابات شرکت نمی کنیم. مجلس دوازدهم خورداد امسال آغازه به کار می کند و به نظر می رسد اختلافات گسترده گروه های اصولگرا در روزهای انتخابات به درون مجلس نیز کشیده شود و به ویژه بر سر ترکیب هیئت رئیسه بالا گیرد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با اشاره به تهدیدهای اخیر مقامات جمهوری اسلامی درباره احتمال تغییر سیاست هسته حکومت گفت ایالات متحده تضمین می کند که ایران هرگز به سلاح هسته نخواهد رسید متیو میلر روز پنجشنبه بیستم اردیبهشت بهش در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره تهدید اخیر کمال خرازی مشاور ارشد علی خامنه ای درباره احتمال تغییر سیاست هسته جمهوری اسلامی در صورت تهدید موجودیت نظام افسود این اظهارات غیر مسئولانه است همانطور که رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه آمریکا بارها به سراحت گفتند ایالات متحده به هر طریقی اجازه نخواهد داد تا جمهوری اسلامی به سلاح هسته دست پیدا کند او افسود ما همچنان معتقدیم که دیپلماسی بهترین راه برای دستیابی به راه حلی پایدار و مؤثر با حکومت ایران است و به استفاده از ابزارهای مختلف برای دستیابی به آن هدف ادامه میده اما تاکید میکنیم که همه گزینه ها همچنان روی میز هستند و در صورت لزوم مورد استفاده قرار خواهند گرفت سخنگوی وزیر امور خارجه ایالات متحده در عین حال خاطر نشان کرد با توجه به تشدید اقدامات مخرب جمهوری اسلامی در سراسر جهان و خودداری آنها از همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی در حال حاضر از دستیابی به راه حلی بر اساس دیپلماسی دور شده ایم. جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز اوایل اردیبهشت امسال در میانه کشوقوس نظامی جمهوری اسلامی با اسرائیل طی پستی در شبکه ایکس نوشت در صورت صدور ازن تا انجام اولین آزمایش یک هفته فاصله می باشد. کاربران فضای مجازی این پست نماینده اصولگرای مجلس جمهوری اسلامی را به تهدید ساخت بمب اتمی تعبیر کردند کریمی قدوسی اما یک روز بعد در پستی تازه نوشت در صورت صدور ازد تا انجام اولین آزمایش ارتقای برد موشکی به دوازده هزار کیلومتر یک هفته فاصله می باشد. علی اکبر صالحی وزیر پیشین امور خارجه و رئیس سابق سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی نیز اواخر بهمن 1402 با حضور در یک برنامه تلویزیونی تلویحا گفت که تهران از توانایی لازم برای ساخت بمب اتم برخوردار است کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی و مشاور ارشد علی خامنه ای هم روز پنجشنبه 20 مردی بهشت گفت ما تصمیمی برای ساخت بمب هسته‌ای نداریم اما اگر موجودیت کشور تهدید شود ناچاریم دکترین هستهی و نظامی خودمان را تغییر دهیم اظهارات اخیر خرازی پس از سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران مطرح شده است این سخنان در حالی بیان می شود که مقامات جمهوری اسلامی پیشتر مدعی شدند که طبق فتوای رهبر جمهوری اسلامی ساخت سلاح اتمی حرام است گروسی پس از پایان سفر دو روزه خود به ایران اعلام کرد هرچند هیچ ضرب عجلی به جمهوری اسلامی برای حل پرونده هسته‌ای داده نشده اما انتظار می‌رود حکومت ایران هرچه زودتر برای برطرف کردن نگرانی ها در این خصوص اقدام کند. همزمان با حملات اسرائیل به حومه شرقی رفح در جنوب غزه و تهدید رئیس جمهوری آمریکا در خصوص توقف ارسال برخی از تسهیلات به اسرائیل بنیامین نتانیاهو از این روی کرده جو بایدن انتقاد کرد این در حالی است که کاخ سفید تاکید می کند که آمریکا تنها از ارسال تسلیحاتی به اسرائیل خودداری می کند که می توانند در حمله به رفح مورد استفاده قرار گیرند و هنوز در این باره هم به تصمیم قطعی نرسیده است نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه با یک برنامه تلویزیونی در آمریکا گفت جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده با تصمیم به توقف ارسال تسلیحات به منظور جلوگیری از استفاده از آن در تهاجم به شهر رفح در جنوب غزه مرتکب اشتباه شد به گزارش سی نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه ای که شامگاه پنجشنبه 20 اردیبهشت پخش شد گفت که نیروهای اسرائیلی هر کاری که میتوانند انجام میدهند تا مردم رفح بتوانند این منطقه را ترک کنند او همچنین ابراز امیدواری کرد که رهبران آمریکا و اسرائیل راهی برای حل اختلافات خود بیابند بنیامین نتانیاهو گفت من جو بایدن را بیش از چهل سال است که میشناسم ما در اغلب مواقع با هم توافق داشته ایم البته اختلافات خود را نیز داشته ایم که توانسته ایم آن را حل کنیم امیدوارم اکنون نیز بتوانیم بر این اختلافات غلبه کنیم نتانیاهو افزود ما هر آنچه از دستمان بربیاید برای حفاظت از کشورمان انجام می دهیم و این به معنای محافظت از آینده ماست و این بدان معنی است که ما حماس را از جمله در رفح شکست خواهیم داد ما چاره دیگری نداریم در همین حال کاخ سفید نیز شامگاه پنج شنبه از تصمیم جو بایدن دفاع کرد و گفت که رئیس جمهوری آمریکا معتقد است اسرائیل حق دفاع از خود را دارد اما او از عملیات زمینی بزرگ در رفح حمایت نمی کند. کارین جان پیر سخنگوی کاخ سفید به خبرنگاران گفت آنچه رئیس جمهوری به وضوح بیان کرد این است که ما نمیخواهیم از چنین عملیاتی حمایت مادی بکنیم این سخنگوی کاخ سفید تاکید کرد که آمریکا ارسال محموله مهمات با قدرت تخریب بالا در مناطق مسکونی را متوقف کرده است او اضافه کرد با اسرائیل درباره همه نگرانی ها در مورد استفاده از چنین تسلیحاتی در محیط های شهری متراکم بحث کردیم وی تصریح کرد جو بایدن به ارسال تمام تسلیحاتی که اسرائیل برای دفاع از خود نیاز دارد ادامه خواهد داد اما او نمیخواهد انواع مشخصی از تسلیحات آمریکایی در نوعی از عملیات در یک مکان خاص استفاده شود به گفته ی وی رئیس جمهوری به اعضای دولت خود دستور داده که به همکاری با اسرائیل ادامه دهند تا حماس را به شکستی پایدار بکشانند با این حال به گفته ی این سخنگو از نظر جو بایدن در هم شکستن رفح این حد هدف را پیش نمی برد. جا بایدن روز چهارشنبه گفت که در صورت حمله ای اسرائیل به رفح او اجازه ارسال برخی سلاح ها از جمله گلوله های خمپاره را به اسرائیل نخواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرده بود چنانچه نیروهای اسرائیلی وارد رفح شوند ایالات متحده اجازه ارسال سلاحهایی را که به طور معمول برای مقابله با مناطقی مانند رفح مورد استفاده قرار می گرفته نخواهد داد در همین حال بنیامین نتانیاهو نیز روز پنجشنبه با انتقاد از این اظهارات مقامات آمریکایی گفت که اسرائیل آماده است در صورت لزوم به تنهایی بجنگد. به آقای نتانیاهو در بیانیه ای گفت همونطور که قبلا گفتم اگر لازم باشد با چنگ و دندان می جنگیم اما ما خیلی بیشتر از چنگ و دندان در چند داریم و با این قدرت روحی به یاری خدا با هم پیروز خواهیم شد. این در حالی است که سازمان ملل، ساکنان غزه و گروه های امدادی می گویند که تهاجم بیشتر اسرائیل به رفح منجر به یک فاجعه ی انسانی خواهد شد. سازمان ملل روز پنجشنبه اعلام کرد که از روز دوشنبه تا کنون بیش از 80 هزار نفر از شهر رفح در جنوب غزه گریختند. طبق این گزارش در روز چهارشنبه بیش از 47 هزار نفر اردوگاه ها در رفح را ترک کردند. مرکز آمار ایران در گزارشی با اشاره به تورم 52 درصدی در کشور از شکست شدن رکورد رشد سالانه اجاره بهای مسکن خبر داد. بر اساس این گزارش، رشد اجاره در سراسر کشور و در مقایسه آماری با سال 1401 حدود 45 درصد بوده و در 5 سال اخیر میانگین رشد اجاره در تهران چهار برابر بیشتر از دوره قبل بوده است. چندی پیش روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی از افزایش اجاره بها به صورت ماهانه و با رقم یک درصد در طول شش ماه اخیر خبر داد انتشار این گزارش با واکنش مسئولان جمهوری اسلامی همراه بود چرا که دولت عقیده داشت در فروردین ماه امسال میزان رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور کاهش دو درصدی داشته است اگرچه این نظریه در نگاه اول و بر اساس آمار درست به نظر اما آنچه که از دیدم تحلیلگران مغفول نمونده وضعیت جابجایی در ماه اول سال است گفته نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11 ماه بعد از آن ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره است در واقع در ماه اول سال تقریبا هیچ مستجری جابجا نمی شود مگر تحت تاثیر موارد خاص که حجم آن بسیار پایین است. در سالهای اخیر التهابی که با رویدادهای مختلف سیاسی و اجتماعی گریبان بخش مسکن را گرفته سبب شده است تا نظارتها بی اثر بماند و حتی در پاره ای از مواقع نوعی فرار از این نظارتها را به همراه داشته باشد از سوی دیگر با وجود تورم 44 و 4 دهم درصد که دولت در سال قبل اعلام کرد و همچنین کاهش چشمگیر معاملات خرید و فروش در کشور آنچه که در وحله اول به اسخان خطور می کند حجوم مردم به سمت اجاره نشینی و یا گسترش انواع بیخانمانی در شهرهای مختلف است افزایش پشت بام گورخوابی، گور اتوبوس از جمله شکل‌های بیخانمانی است که در سالهای اخیر و به ویژه در دولت ابراهیم رئیسی رواج یافته است. دولت و نمایندگان مجلس طبق روال همیشگی اقتصاد دستوری با تصویب و اجرای لایحه تعیین رشد مجاز اجاره بها در سال در صدد مهار این رشد بیرویه قیمت اجاره مسکن شدند موضوعی که با توجه به ناهمخوانی تورم نقطه‌ای اجاره مسکن با نرخ تورم عمومی عملا ناممکن خواهد بود به عقیده کارشناسان قیمت مسکن با توجه به اثرپذیری بالای آن از شوکهای ارزی و انتظارات تورمی ناشی از آن طی سال 1401 افزایش نسبتا شدیدی را تجربه کرد که آثار و تبعات این افزایش نرخ به واسطه تمدید سالانه قراردادهای اجاره در قالب افزایش اجاره بها در سال 1402 نمود یافت و اکنون در سال سوم دولت ابراهیم رئیسی دستخوش افزایش جه جهشی خواهد بود افزایشی که مشخص نیست تا چه میزان بر صبر مردم اثرگذار خواهد بود در مورد انتخابات آینده امریکا نشریه هیل می نویسد افی آی روز پنج شنبه هشدار داده که چین روسیه و ایران از جمله دشمنان خارجی هستند که تلاشهای خود را برای تاثیرگذاری بر انتخابات سال 2024 با کمپین هایی که به کمک هوش مصنوعی انجام می شود افزایش می دهند. هیل می نویسد یکی از مقامات ارشد افی آی در گفتگو با این نشریه گفته است که تهدیدهای انتخابات انتخاباتی متنوعتر و گسترده تر از همیشه می این مقام افزوده در حالی که هر دشمن رویکرد خاص خود را با تفاوتهای ظریف و اختیارات متفاوت دارد افزایش اختلاف و تضعیف دموکراسی در همه جا یکسان است چین به ویژه در حال گسترش تلاشهای نفوذ خود با ایجاد حسابهای جعلی در رسانه های اجتماعی برای تحقق روایتها و ایجاد تفرقه است که باستاب با تلاش های روسیه در انتخابات قبلی است. این مقام ارشد افیای گفته است که ابزارهای هوش مصنوعی جریان پنهان بسیاری از عملیات ها هستند او گفته این فقط به نوعی مانع ورود افراد برای انجام کار یا ایجاد محتوای جعلی را کاهش نمی داد. بلکه همچنین توانایی بازیگران پیشرفته را افزایش می تا عملیات خود را گسترش دهند و آنها را بزرگتر از آنچه که قبلا دیده ایم ببینیم هیل می نویسد دفتر مدیر اطلاعات ملی در ارزیابی تهدید سالانه خود که در ماه فوریه منتشر شده خاطر نشان کرده که تلاش های دولت چین مبنی بر میل به کنار زدن منتقدان چین و بزرگ نمایی شکاف های اجتماعی ایالات متحده افزایش یافته است در این گزارش آمده تلاش های فضاینده پکن برای بهرهبرداری فعالانه از شکاف های اجتماعی ایالات متحده با استفاده از شخص های آنلاین خود آن را به کتاب بازی مسکو برای عملیات نفوذ نزدیکتر می‌کند. این دفتر همچنین قبلا در مورد توانایی چین در حک هشدار داده بود و خاطر نشان کرده بود که ایالات متحده از نظر تعداد پرسنلی که به دنبال راههایی برای دسترسی به سیستم‌های مختلف از جمله اشکال مختلف زیرساختها هستند بسیار تر شده است با این همه مقامات FBI روز پنجشنبه عمدتا بر تلاش های روسیه برای دسترسی به سیستم های مربوط به انتخابات ایالات متحده مانند شبکه های ایالتی و محلی و داده های سبتنام رای دهندگان تمرکز کردن هیل از قول این مقام ارشد فی آی می نویسد روسیه می تواند از دسترسی خود به این شبکه های دولتی برای تضعیف اعتماد به یک انتخابات ایالات متحده و تقویت عملیات نفوذ استفاده کند دیگر نگرانی های اصلی پیش از انتخابات ریاست جمهوری شامل تهدیدهای فزاینده ای است که برای کارکنان انتخابات در سراسر سر کشور ایجاد می شود به نوشته هیل یک نظرسنجی از مرکز اطلاعات برنان که اوایل ماه جاری منتشر شد نشان داد که 38 درصد از مقامات انتخاباتی گفتند که تهدیداتی را در این زمینه دریافت کردند.